در این جلسه میرسیم به حل چند مسئله کاربردی از معادلات دارای عبارت های گویا در جلسات قبل همونجور که دیدین برای حل معادلات خود معادله رو میداد و میگفت اونو حل کنید یعنی ما در نوشتن معادله نقشی نداشتیم در این جلسه میخوایم چند تا مسئله بگیم که ابتدا باید اون مسئله رو درک کنیم معادلش رو خودمون بنویسیم سپس جواب مسئله رو با حل اون معادله ای که خودمون از روی صورت مسئله نوشتیم به دست بیاریم جواب اما میریم سراغ حل سوال اول گفته گلدانی نقره داریم که نسبت وزن نقره خالص به وزن مس خالص آن برابر با هشت است استاد قلمکار آن را زوب و 100 گرم مس به آن اضافه کرد و گلدان جدیدی ساخت میدانیم چهار پنجم وزن گلدان جدید نقره است این گلدان قبل از ذوب شدن چه وزنی داشته است خب پس صورت مسئله چی از ما میخواد وزن گلدان رو قبل از ذوب شدن میخواست که ما اونو به عنوان جواب مسئله باید پیدا کنیم خب ببینیم چی رو داریم تو صورت مسئله اولین چیزی که گفته گفته وزن نقره خالص به مثل خالص هشته پس ما نسبت وزن نقره به وزن مسو داریم 8 اگه بیان به طور فرضی وزن مس رو x بگیریم اینجا پس وزن نقره میشه چی؟ میشه 8 ضرب در وزن مس که همون x پس میگیم وزن مس و x در نظر میگیریم وزن نقره میشه 8x با توجه به نسبتی که از روی صورت سوال نوشتیم این دوتا مقدار رو اینجا به دست آوردیم. خب حالا وزن گلدان قبل از ذوب شدن میشه چی؟ خب مگه قبل از ذوب شدن نگفته بود که قبل از اینکه یعنی 100 گرم رو اضافه کنه قبل از ذوب شدن این گلدان از نقره و مس ساخته شده نسبت وزن نقره به وزن مس رو داشتیم که یکیشونو x گرفتیم که مس بود اون یکی که نقره بود و بر اساس x نوشتیم پس الان میگیم وزن گلدان قبل از ذوب شدن حاصل جمع وزن قسمت مس به اضافه قسمت نقره است خب قسمت مس که xه، قسمت نقره 8x پس وزن گلدان قبل از ذوب شدن میشه 8x به, از... به اضافه x که جمعا میشه مساوی 9x خب حالا وزن گلدان جدید ببینیم چیه خب واسه گلدان جدید گفته بود به گلدان قدیمی و زوب کرده که همون 8 x به علاوه x بود گلدان قبل از زوب شدن به اضافه 100 گرم مثبش اضافه کرده پس کلا وزن گلدان جدید میشه 9 x که همون وزن گلدان قبل از زوب به علاوه 100 دیگه چی گفته تو صورت سال گفته میدونیم چهار پنجم وزن گلدان جدید نقره است یعنی چی یعنی از وزن کلش وزن گلدان جدید وزن نقره توش چهار پنجمه یعنی اگه کل گلدان و پنج در نظر بگیریم چهار قسمتش نقره هست خب حالا میایم توی این تصاوی. اینجا وزن نقره تو صورت چیه ما وزن نقره رو داریم 8x وزن گلدان جدید چیه وزن گلدان جدید رو به دست آوردیم 9x به علاوه 100 پس به جای وزن گلدان جدیدم میذاریم 9x به اضافه 100 مساوی چی مساوی 4 پنجم پس اومدیم توی این نسبتی که با توجه به صورت سوال نوشتیمش مقادیرشون رو بر حسب x جایگزین کردیم که تبدیل به یک معادله شد. حالا بعد بریم معادله رو حل کنیم که مقدار مجهول سوال که وزن گلدان قبل از ذوب شدنه وزن گلدان قبل از ذوب شدن که ببینید اینجا بر اساس x 9x به دست اومده اگر ما این معادله گویا رو حل کنیم و x رو به دست بیاریم x رو اینجا توی وزن گلدان قبل از ذوب جایگزین میکنیم و اونو به دست میاریم خب قدم اول در حل معادلات اینه که عبارت سمت راست رو بیاریم سمت چپ که چهار پنجمه میاد سمت چپ و علامتش منفی میشه مساویه صفر قدم دوم اینه که مخرج مشترک بگیریم این ور 9x به علاوه 100 هست و این ور 5 <تصفح> پس می این 5 رو در 9x به علاوه 100 ضرب می کنیم. در نتیجه صورت هم ضرب در 9x به علاوه 100 میشه چون ما میدونیم هر کسری مخرجش در هر چیزی که ضرب بشه صورت هم باید به همون نسبت ضرب بشه این ورم 9x به علاوه 100 رو در 5 ضرب می کنیم. در نتیجه صورت کس رو هم تو 100 ضرب می کنیم. پس اینجا یه خط کسری می نویسیم مخرج مشترک رو پایینش می نویسیم مخرج مشترک 5 در 9x به علاوه 100 صورت چی؟ مخ... صورت کسر اول 8x که در 5 ضرب میشه میشه 8 5 تا 40x این ورم داریم منفیه 4 تا میشه 36x دوباره منفی در مثبت منفی 100 ضرب در 4 که میشود 400 کل کسب مساوی صفر خب اینجا دیگه بریم صورت کسر رو ساده کنیم 40x منهای 36x 4x میمونه منهای 400 مخرجم که همون 5 در 9x به علاوه 100 باقی میمونه مساوی صفر خب میایم یعنی میگیم صورت کسر رو برابر صفر قرار میدیم همون کاری که قبلا میکردیم برای به دست آوردن مقدار x مون میگیم 4x مساوی x یه طرف عدد یه طرف عدد 400 هست با علامت منفی وقتی که انتقالش میدیم به سمت راست میشه مثبت 400 پس x میشه طرف معلوم یعنی 400 تقسیم بر ضریب x که 4 که حاصلش میشه صد خب x شد صد اما مجهول سال x نبود مجهول صورت سالمون وزن گلدان قبل از ذوب شدن بود که 9 x به دستش آورده بودیم همونجوری که اینجا میبینید که طبق چه چیزی به دستش آوردیم 9 x طبق وزن مس و وزن نقره و نسبتی که به ما داده بود این 9 x رو نوشتیم پس اینجا میگیم وزن گلدان رو که قبل از ذوب شدن از ما میخواست که 9 x x رو به دست آوردیم 100 پس 9 ضرب در 100 میشود 900 گرم که وزن گلدان هستش قبل از ذوب شدن و اما بریم سر سوال دوم گفته دو شیر آب A و B به یک استخر متصلند. شیر A استخر رو ده ساعت زودتر از شیر B پر میکنه. چنانچه دو شیر رو با هم باز کنیم اون وقت استخر در دوازده ساعت پر میشه. اگر شیر B به تنهایی باز باشد استخر در چند ساعت پر میشه. ما نمیدونیم که استخر ای در چند ساعت پر میکنه؟ استخر رو؟ استخر بی هم نمیدونیم در چند ساعت پر میکنه که اصلا مجهولمونه ولی میدونیم که دو شیر با هم در دوازده ساعت استخر رو پر میکنن و شیر ای هم اگه به تنهایی باز باشه نسبت به وقتی که شیر بی به تنهایی باز باشه ده ساعت زودتر استخر رو پر میکنه خب من میایم به طور فرضی شیر بی رو میگیم تو ایکس ساعت پر میکنه که همون مجهول مسئله هستش چون مسئله از ما خواسته که ببینیم اگه شیر بی به تنهایی باز باشه تو چند ساعت استخر پر میشه که ما اون مقدار ساعت و ایکس در نظر گرفتیم برای شیر بی خب حالا میگیم اگه حجم استخر رو وی در نظر بگیریم یک ساعت که بگذره وی ایکس هم از استخر پر میشه خب که ما اون حجم نمیدونیم چقدر میگیم وی در ایکس ساعت حالا میگیم اگر شیر ای باز باشه پس از یک ساعت میگیم از حجم استخ ایکس منهای ده ساعت استخ پر میشه چرا؟ چون وقتی نسبت به شیر بی شیر ای ده ساعت زودتر استخر رو پر میکنه پس هر چند ساعت که طول میکشه تا شیر B استخر رو پر کنه که اسمش گذاشتیم X X من های ده تا چون گفته زودتر پس میشه من های ده شیر A باعث میشه که استخر پر بشه حالا اگه دو شیر با هم باز باشن خب اینجا گفتیم شیره B میشه وی ایکس شیر A ای میشه وی به روی ایکس منهای دهم ده مساویس با جمع دو تا A و B با هم میشه وی دوازدهم چون گفته بود اگر A و B با هم باز باشن این حجم آب استق که ویه تو دوازده ساعت پر میشه خب صورت هر سکه V هست ما میریم هر سه که هر سه کس رو یعنی طرفین تساوی و هم سمت راست هم سمت چپ رو بر V تقسیم میکنیم که V از توی صورت هر سه تا کس هست بشه چرا؟ چون ببین ما الان یه معادله داریم ولی دو تا مجهول توشه هم V هم X ما نمیتونیم با حل یک معادله دوتا مجهول رو حساب کنیم چون یه معادله داریم میخوایم یک مجهول که همون x حسابش کنیم پس طرفین تساوی رو در v تقسیم میکنیم و v از تو صورت ها از بین میره همینجور که میبینید از کسر اول یکس x مونده به علاوه از کسر دوم یک بر روی x منهای ده مساویس با از کسر سومم یک دوازدهم حالا شد یه معادله و یه دونه مجهول x. ببینید فقط دیگه x داریم که باید به دستش بیاریم پس میایم معادله رو حل میکنیم باز طبق معمول ابتدا میایم قسمت سمت راست یک دوازدهم رو منتقل میکنیم به سمت چپ در نتیجه علامتش منفی میشه و مساوی صفر قرار میدیم معادله رو حالا مخرج مشترک میگیریم میگیم x در دوازده و x منهای ده ضرب میشه x منهای 10 در x و 12 ضرب میشه و 12 در x و x منهای 10 ضرب میشه پس یه خط کسری میکشیم مخرج مشترک که ضرب 12 x و x منهای 10 هستش و تو مخرجش مینویسیم خب صورت میگیم اینجا مخرج در 12 و x منهای 10 ضرب شده پس صورت ها هم در دوازده و x منهای ده ضرب میکنیم. یک در دوازده در x منهای ده میشه دوازده x منهای صد و بیس. اینجا مخرج در دوازده x ضرب شده صورت هم که یک در دوازده x ضرب میشه پس میشه مثبت دوازده x در ادامه. مخرج این کس در x در x منهای ده ضرب شده پس صورتش هم که یک هست در x و x منهای ده ضرب میشه که حاصل این میشه x دو منهای ده x قبلش یه منفی داریم پس میشه منفی x دو به علاوه ده x خب مساوی صفر قرار میدیم مخرج و بیایم صورت کسر رو ساده میکنیم دوازده x به علاوه دوازده x به علاوه ده x جملات متشابه هستند یعنی چی؟ یعنی همشون x دارن. پس به طور کلی ساده میشن با هم دیگه. منفی x رو مشابهی نداره، خودش رو مینویسیم. 12x و 12x 24x به علاوه 10x میشه 34x. یه منهای 120 هم داریم که در ادامه مینویسیمش. خب، حالا میخوایم x رو پیدا کنیم، صورت کسر یعنی منفی x2 به علاوه 34 x منهای 120 رو برابر صفر قرار میدیم خب بریم از روش دلتا حلش کنیم یه معادله درجه 2 دلتا گفتیم میشه b2 منهای 4ac b که مثبت 34 میشه 34 به توان 2 منهای 4 در a که منفی 1 در c که منفی 120 حاصل دلتا رو به دست میاریم شده 676 دلتا میبینیم که بزرگتر از صفره یه عدد مثبته پس دو تا ریشه داره ریشه اول که میشه منفی B به علاوه رادیکال دلتا به روی دو تا A B که 34 دلتا هم 676 مخرجم دو A داریم A منفی یک ضرب در دو میشه میشه منفی دو 676 حاصل رادیکالش میشه 26 پس داریم منفی 34 به علاوه 26 تقسیم بر منفی 2 حاصل صورت میشه منفی 8 حاصل مخرج می که داریم منفی 2 با هم دیگه ساده میشن منفی با منفی میره 8 تقسیم بر 2 میشود 4 مخرج منفی بی منهای رادیکال دلتا که میشه منفی سی و چهار منهای بیست و شیش تقسیم بر منفی دو حاصل صورت میشه منفی شست منفی با منفی میره شست تقسیم بر دو میشود سی خب ما دوتا x به دست آوردیم از بین دوتا x میگیم مثبت چار غیر قابل قبوله و گزینه x مساوی سی قابل قبوله چرا؟ چون ما تو صورت سال به همون گفته بود که دو تا شیر اگر با هم دیگه باز باشند استخر تو دوازده ساعت پر میکنه. خب اینجا x چیه ماست؟ x اگه برگردیم بالا x مقدار زمانیه که شیر b استخر رو پر میکنه حجم استخر رو خب وقتی دو تا اس دوتا شیر با هم استخر تو دوازده ساعت پر میکنن امکان نداره که شیر بی به تنهایی تو چهار ساعت استخر رو پر کنه پس میگیم سی عدد قابل قبول برای مدت زمانی است که شیر بی استخر رو با پر میکنه حجمش رو پس در نتیجه میگیم شیر B استخر رو تو سی ساعت پر میکنه دو تا شیرم با هم که تو صورت سال خودش گفته بود تو دوازده ساعت اما شیر A تو چند ساعت گفته بود شیر A ده ساعت زودتر از شیر B استخر رو پر میکنه پس اگر مدت زمان که شیر A استخر رو پر میکنه میخواست میگیم شیر B که سی منهای ده مساویه 20. اینم از حل این مسئله بریم سوال بعدی سوال بعد گفته یک کیک را بین چند نفر تقسیم کردیم خب نمیدونیم چند نفرن گفته به هر یک مقدار مساوی رسیده سپس یک نفر دیگه به جمعشون اضافه میشه در نتیجه دوباره کیک رو بین اونا تقسیم کردیم بعد از اینکه یک نفرم اضافه شده دوباره میایم کیک رو تقسیم میکنیم در این مرحله به هر یک به اندازه یک ششم کمتر رسید مشخص کنید در ابتدا چند نفر بودن خب ما تعداد رو میخوایم که در ابتدا حضور داشتن قبل از اینکه یک نفر بهشون اضافه بشه ببینیم اول بریم سوال حلاجی کنیم میگیم اول ما فرض کردیم در ابتدا x نفر بودن نمیدونیم دیگه چند نفر بودن مجهول سوال تعداد نفراتی که در ابتدا حضور داشتن که ما اونو برابر x قرار دادیم خب بنابراین وقتی که کیک رو تقسیم کردیم از کل کیک که یک در نظر بگیریم یک تقسیم, بر تعداد مثلا سه نفر بودن چهار نفر بودن هر چند نفر بودن یک ایکسوم کیک به هر کدوم رسیده بار اول پس وقتی که برای بار دوم به افراد یه نفر اضافه شده به هر کدوم از افراد چقدر کیک رسیده میگیم یک تقسیم بر ایکس به علاوه یک کیک به هر کدوم رسیده چون تعداد مثلا دو تا بودن شدن سه تا سه تا بودن شدن چهار تا در صورت به تعداد افراد اولیه که ایکس هست یک نفر اضافه میشه پس یک تقسیم بر اکسه به اضافه یکم کیک به هر کدوم رسیده خب تو صورت سوال گفته در این مرحله طبق صورت سوال به هر فرد یک ششم کمتر کیک رسیده خب پس میگیم یک ایک ایکس منهای یک به روی ایکس به علاوه یک یعنی تو مرحله دوم مساویه یک ششم کیک کمتر بهشون رسیده خب یک ششم میاریم سمت چپ معادله علامتش منفی میشه ادامه ی حل سال برای به دست آوردن x طبق حل معادلات گویاست ابتدا میای مخرج مشترک میگیریم کسر اول یک x که در 6 و ایکس به علاوه یک ضرب میشه پس صورتش هم همینجور کسر دوم x به علاوه یک هست که در 6 و x ضرب میشه صورتش هم همین جور کسر سوم 6 هست که در x و x به علاوه یک ضرب میشه پس صورتش هم همین جور که من اینو توی این خط بازنویسی کردم مخرج که 6 در x در x به علاوه یک هست و صورت صورت کسر اول طبق مخرجه صورت کسر دوم هم طبق مخرجش و صورت کسر سوم هم طبق مخرجش در هر چی که مخرج ضرب شده صورت رو هم ضرب میکنیم میام اینا رو ساده سازی میکنیم اینجا میشه 6x یا به جای xn حالا فرقی نداره مجهولمون 6n به علاوه 6 کسر وسط منفی 6n و کسر آخر منفی n دو منهای n مخرجم سر جای خودش میمونه بچه ایکس و ان فرقی با هم نداره من اینجا مجهول و اشتباهن به جای ایکس ان نوشتم خب 6 n و منفی 6 n که با هم خط میخورن پس از صورت میمونه منفی ان و منهای ان به علاوه 6 مساوی صفر از روش دلتا میایم حلش میکنیم دلتا میشه b به توان دو یعنی منفی یک که ضریب n به توان دو منهای چهار a که منفی یک در c که مثبت 6 هست حاصل میشه 25 پس دلتا اونی عدد بزرگتر از صفر شد و دو تا ریشه داریم ریشه اول میشه منفی بی به علاوه رادیکال دلتا یعنی منهای منفی یک به علاوه رادیکال 25 به روی دو تا ای که میشه ای منفی یک دو در منفی یک میشود منفی دو حاصل این میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت. مثبت یک در پنج میشه مثبت 6 تقسیم بر منفی دو که حاصل میشود منفی سه ریشه بعدی منفی بی منهای رادیکال دلتا است منفی در منفی میشه مثبت یک منهای پنج که میشه منفی چهار تقسیم بر منفی دو منفی با منفی میره چهار تقسیم بر دو میشه مثبت دو ببینید این ایکسی که ما دنبالشیم تعداد افراد بود در حالت اول که هنوز یک نفر بهشون اضافه نشده بود پس میگیم ایکس منف منفی سه غیر قابل قبوله چون نمیشه بگیم منهای سه تا آه. تعداد افراد اولیه بوده تعداد افراد یه, علا... یه عدد مثبت خواهد بود پس عدد مثبت دو عدد قابل قبول و جواب مسئلهمون یا همون تعداد افراد در ابتدا بوده بریم سر حل سال بعدی سال بعدی گفته مجموع معکوس دو عدد زوج طبیعی متوالی خب برابر پنج دوازده همه آن دو عدد را پیدا کنید خب این اول ما بیم دو عدد زوج طبیعی متوالی رو بنویسیم هر عدد زوج مثلا ما اگه دو رو در نظر بگیریم زوج متوالی بعدیش چاره پس میگیم دو به علاوه دو میشود چار حالا میگیم عدد زوج اولو ما بیایم یکی و ایکس در نظر بگیریم. پس زوج متوالی بعدش میشه اون ایکس به علاوه دو. خب، حالا صورت سال گفته مجموع معکوس این دوتا عدد زوج. معکوس ایکس میشه یک ایکس معکوس ایکس به علاوه دو میشه یک به روی ایکس به علاوه دو. خب بینشون علامت مثبت میذاریم چون گفته مجموعشون برابر پنج دوازده همه. اینجا یه معادله گویا تشکیل شده که باید حلش کنیم و x رو به دست بیاریم. پنج دوازده هم طبق قاعده ای که گفتیم میاد سمت چپ علامتش منفی میشه و کل کس برابر صفر میشه. مرحله بعد مخرج مشترک گرفتنه. کسر اول مخرجش x در دوازده و x به علاوه ی دو ضرب میشه کسر دوم مخرجش x به علاوه دو که در x و دوازده ضرب میشه کسر سوم هم مخرجش دوازده که در x اکس و x به علاوه ی دو ضرب میشه و به همین طبع صورت هر کسرم در هر مقداری که مخرج اون کسر ضرب شدم ضرب میشه که اینجا ساده شدهش من نوشتم یه کسر بزرگ میذاریم مخرج مشترک که همون دوازده در x در x به علاوه دو هست می نویسیمش صورت هم می نویسیم کسر اول دوازده x به علاوه 24 میشه کسر دوم دوازده x و کسر سوم منفی 5 x دو منهای 10 x ببینید منفی 5 x 2 که مشابهی نداره 24 هم یه دونه عدد تنهاست اما 12 x 12 x و منفی 10 x با هم دیگه متشابه هن چون قسمت جبریشون یعنی x مشترکه 12 x و 12 x 24 x منهای 10 x که میشه 14 x پس داریم منفی 5 x 2 به علاوه 14 x به علاوه 24 به روی مخرج کسب که مساوی صفره میایم برای به دست آوردن ریشه ها صورت کسب برابر صفر قرار داده میشه یه معادله درجه دو از روش دلتا حلش میکنیم دلتا میشه بی به توان دو منهای چهار در A در C که حاصلش میشه 676 که یه عدد بزرگتر از صفر یا مثبت پس دوتا ریشه داره ریشه اول فرمولش منفی بی برابر به علاوه رادیکال دلتا به روی دو تا ای جایگزین میکنیم منفی بی چارده هست به علاوه رادیکال 676 به روی دو در ای که منفی 5 همونجور که اینجا میبینید ای ضریب ایکس دو بود دیگه حاصل کسر شده چهار. کسر دوم یا همون ریشه دوم که میشه منفی بی منهای رادیکال دلتا به روی دو تا ای که حاصل این کسر میشه منفی 6 خب ما کدومو قبول کنیم؟ گفتیم عدد زوج متوالی منفی 6 که نمیتونه باشه پس 4 میشه عدد قابل قبولمون به جای x و عدد زوج بعدیمون هم 4 به علاوه 2 که میشه 6 همونطور که میبینید 4 و 6 دو عدد زوج متوالی هستند اما بریم حل مسئله بعد سال بعد گفته هنگامی که دو تا چاپگر با هم کار میکنن فیش حقوق کارگران یک کارخانه تو چهار ساعت چاپ میشه اگه چاپگر قدیمی تر به تنهایی برای این کار کار کنه سه ساعت زمان بیشتری نسبت به چاپگر جدید نیاز داره در این صورت هر کدوم از چاپگرها به تنهایی در چند ساعت کار رو تکمیل می کنن. خب ببینید گفته چی؟ گفته دوتا با هم تو چهار ساعت کار رو تکمیل می کنن. اگه چاپگر قدیمی تنهایی به کار بره سه ساعت زمان بیشتری نیاز داره. خب پس میگیم چاپگر جدید و زمانش رو ایکس در نظر میگیریم پس میگیم تعداد کل فیش ها که یکه تو x ساعت به علاوه اگه چاپگر قدیمی به تنهایی کار کنه سه ساعت زمان بیشتر نیاز داره پس میشه یک به روی x به علاوه یه سه یعنی همون زمان چاپگر جدید به علاوه سه ساعت بیشتر مساوی اگه با هم کار کنن مجموعشون تو 4 ساعت ببین حالا ما چرا معکوس اینا رو نوشیم چرا نوشیم x به علاوه x به علاوه 3 به روی 4 چون ما میخوایم معادلات گویایی تشکیل بدیم و از راه معادلات گویا حل کنیم خب حل معادله یک شارونیات میاد سمت چپ علامتش منفی میشه برابر صفر مرحله بعد میرسیم به مخرج مشترک گیری مخرج کسر اول x در 4 و x به علاوه 3 ضرب میشه صورتش هم به همین ترتیب مخرج کسر دوم x به علاوه 3 که در x و 4 ضرب میشه صورتش هم به همین ترتیب و مخرج کسر سوم 4 هست که در x و x به علاوه 3 ضرب میشه و صورتش هم به همین ترتیب پس یک کسر بزرگ میذاریم مخرج مشترکش 4 در x در x به علاوه 3 خب صورت کسر اول 1 در 4x به علاوه 12 ضرب میشه میشه 4x به علاوه 12 کسر دوم صورتش در 4x ضرب میشه که میشه همون 4x و کسر سوم صورتش در x2 به علاوه 3x ضرب میشه یه منفی قبلش داریم پس میمونه منفی x2 منهای 6x باز اینو میتونیم ساده کنیم 4x و 4x 8x منهای 3x که میشه مثبت 5x اینجا منفی x دو خودش میمونه مثبت 5 x به علاوه 12 هم که به تنهایی میمونه روی مخرج مشترکی که داشتیم برابر صفر خب صورت کس رو برابر صفر قرار میدیم که بیایم ریشه رو به دست بیاریم ابتدا دلتا رو به دست میاریم B یعنی مثبت 5 به توان دو منهای 4 در A که منفی 1 در C حاصل دلتا می شود 73 باز یه دلتای مثبت بزرگتر از صفر به دست آوردیم در نتیجه میتونیم دو تا ریشه ازش استخراج کنیم ریشه هامون یه بار میشه منفی B به علاوه رادیکال دلتا به روی 2A که بیمون 5 میشه منفی 5 به علاوه رادیکال هفتاد و سه دو ای هم که ایمون منفی یکه همون جور که اینجا میبینیم پس مخرج کسب میشه منفی دو ریشه بعدیمون منفی بیمن های رادیکال دلتا به روی دی که باز جایگزین میکنیم اما اینجا ایکسمون یه عدد طبیعی به دست نمیاد چون رادیکال 73 جذر کامل نداره و در نتیجه جواب اینا اعشاری میشه پس ما میگیم x و x به علاوه 3 که x مدت زمان کار کرده چاپگر جدید و x به علاوه 3 مدت زمان کار کرده چاپگر قدیمی هستش x اگر یه عدد کامل در اومد به جای اینا جایگزین می کردیم که اینجا عدد کسری در اومده و ما بیشتر از این ادامهش ندادیم اما بریم سراغ حل مسئله آخر از این مبحث این سوال اومده گفته به ازای چه مقدار کا؟ پس مقدار کا مجهوله مونه. معادله چار منهای تی به روی دو منهای دو تی مساویس با سه تی دو به علاوه کا به روی تی دو به علاوه یک به توان دو منهای شست و هشت دارای جواب تی مساوی منفی سه است. خب ببینید وقتی خودش گفته تی مساوی منفی سه جواب این معادله است پس میتونیم بیایم به جای تی هایی که درون این معادله داریم مقدار منفی سه رو بذاریم چون ببینید باز یه معادله داریم اینجا که توش هم مجهول کار رو داریم یه جا هم چار جا مجهول تی ما گفتیم نمیتونیم از یه معادل دو تا مجهول حساب کنیم هم کار رو هم تی رو پس میایم مقدار تی رو مجهول تی رو مقداری رو که داده تو صورت سال یعنی منفی سه رو جایگزین میکنیم میگیم تی مساوی منفی سه داریم پس جایگزین میکنیم چار منهای منفی سه تو مخرجم دو منهای دو تا تی که باز به جای تی منفی سه مساویس با کسر سمت راست سه تا تی دو پس میشه سه تا منفی سه به توان دو به علاوه کا مخرجم منفی سه به توان دو به علاوه یک توی پرانتز به توان دو منهای شست و هشت خب بیام کس رو ساده ترش کنیم اینجا چار منهای منفی سه میشه هفت اینجا دو ضربه در منفی سه میشه منفی شیش دو منهای منفی 6 منفی در منفی مثبت میشه میشه 2 به علاوه 6 که حاصلش می شود 8 اینجا داریم منفی 3 به توان 2 که میشه 9 9 هم ضرب در 3 27 پس میمونه 27 به علاوه کا مخرج منفی 3 به توان 2 میشه 9 نو. 9 به علاوه یک 10 کل پرانتز که 10 حاصلش به توان دو رسیده پس میشه 100 منهای 68 خب پس میایم باز نویسی کنیم معادله رو میشه 7 به روی 8 میمونه مساویه. کسر سمت راستم 27 به علاوه کا به روی 32 به یه معادله رسیدیم با یک مجهول کا میایم مقدار سمت راست رو انتقال میدیم سمت چپ و علامتش رو منفی میکنیم مساوی صفر قرارش میدیم گام دوم مخرج مشترک این 3ودوه میتونیم هشو هم ضربه در چار کنیم که بشه مخرجش 3 2 در نتیجه چون مخرج این کس رو ضربه در چار میکنیم صورت هم به طبع اون در چههر ضرب میشه. پس میگیم کلا یهک کس داریم با مخرج مشترک 3ود صورت هت چا تا 28 تا دا منهای ۲۷ به علاوه کاپ، که منفی در این دوتا ضرب میشه منفی در مثبت 27 میشه منفی 27 منفی در مثبت منفی ک مساوی صفر صورت کس رو مساوی صفر قرار میدیم 28 منهای 27 هم که میشه یک بس کلا میشه یک منهای ک که مخرجم 32 هست یک منهای ک رو مساوی صفر قرار میدیم در نتیجه کا میشود برابر یک پس توی صورت مسئله که گفته بود به ازای چه مقدار کا مقدار کا که مجهول بود به دست اومد این هم از حل چند مسئله که با مفهوم سوال و یادگیری اینکه چگونه یک سوال تشریحی رو به یک معادله تبدیل کنیم و با حل معادله برسیم به مجهول مسئله که نمونه هایی رو حل کردیم انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است